دوستان عزیزم درود خودتون رو در موقعیت فرضی که میگم چند لحظه تصور بکنید فکر بکنید که یک مسابقه دوی استقامت هست و شما به عنوان یک انسان معمولی و نه یک ورزشکار حرفه‌ای در این مسابقه شرکت میکنید حالا اگر داورها و قوانین مسابقه به شما این امتیاز ویژه رو بدن که مثلا در یک مسابقه استقامت چهل کیلومتری شما رو ده کیلومتر جلوتر بذارن و شما برخلاف بقیه از اونجا مسابقه رو آغاز بکنید آیا این امتیاز و این موقعیت به شما در کسب رتبه جابجا کردن رکوردها و گرفتن عنوان قهرمانی کمک میکنه؟ قطعاً اگر که شما یک انسان معمولی و نه یک ورزشکار و دونده حرفه باشید این امتیاز به هیچ عنوان به شما کمک نمیکنه و شما رو خوشحال نخواهد کرد اما اگر همین امتیاز رو به یک ورزشکار و دونده حرفه بدن قطعا برای او یک سکوی پرتاب خواهد بود و شاید تا سالهای سال و بلکه تا همیشه رکورد جهانی دست اون شخصی بمونه که اون امتیازی رو داشته که شما هم داشتید او استفاده کرده و رکوردهای جهانی رو جابجا جا کرده اما شما هیچ استفاده ای از این امتیاز ویژه نتونستید بکنید یکی از پرسش هایی که در فلسفه مطرح میشه این هست که آیا اخلاق، خیر و نیکی و کمک به هم نوع همیشه همه جا و در قبال همه کس خوبه یا خیر؟ همونطور که میدونید جنس پرسش های فلسفه اینطور نیست که با بله یا خیر به راحتی بشه بهش پاسخ مشخصی داد بلکه طرح مسئله و ایجاد سوال فتح بابی است برای اینکه ما با همدیگه فکر بکنیم، اندیشه بکنیم، پرسش و پاسخ بکنیم و جنبه های مختلف یک امر رو در نظر بگیریم. اما با توجه به مثالی که من عرض کردم مثال مسابقه دو و دادن امتیاز ویژه به نظر میرسه که اخلاق مداری همیشه و همه جا خوب نیست باید ببینیم شخص مقابلمون چگونه رفتاری داره چگونه زمینه و ظرفیتی داره و چه سابقه و حتی با ذکابتمون چه آیندهی خواهد داشت با در نظر گرفتن همه این جنبه هاست که گاهی اوقات بخشش یک شخص خطاکار میتونه کاری بسیار اخلاقی باشه و الافو اندل مقدره و یا اینکه گاهی اوقات هست که بخشش یک خطاکار یا در مثال کلیشه ای و معروفش از دار پایین کشیدن یک شخص قاتل ظلم به بقیه جامعه باشه چرا که این ظرفیت در این شخص قاتل هست که قتلها و خطاهای بیشتر و بدتری رو مرتکب بشه سعدی در باب هشتم گلستان در آداب صحبت دو بیت بسیار زیبا داره که بی ارتباط با موضوع صحبت من نیست میفرماید که خبیس را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می کند به انبازی انسان خبیس بالاخره روزی جایی در شراکت به تو آسیب میزنه و اون لطفی که تو داشتی هرگز به شکل لطف به تو باز نمیگرده ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان